و سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز. به اخبار بسیار مهم و داغ از تحولات داخل ایران و جهان با شما عزیزان هستیم. حتی انتهای برنامه لطفاً ما را همراهی نمایید. اخبار. حمله ویرانگر آمریکا به مواضع سپاه، پیام واضح و مستقیم بایدن به خامنه ای. همزمان با افزایش تنش‌های منطقه نیروهای نظامی آمریکا به دستور جو بایدن به دو مجموعه در شرق سوریه، سپاه و نیروهای نیابتیش از آن استفاده می‌کردند، حمله کردند. ساعتی قبل از این حمله‌ها کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا پیامی مستقیم به خامنه ای ارسال کرده است. پنتاگون پنجشنبه 4 آبان در بیانیه گفت نیروهای نظامی آمریکا به دستور جو بایدن به دو مجموعه در شرق سوریه که سپاه و نیروهای نیابتیش از آن استفاده می‌کردند حمله کردند. طبق این بیانیه این حمله‌ها در واکنش به حملات اخیر شبه نظامیان وابسته به ایران به نیروهای آمریکا در عراق و سوریه انجام شد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در این بیانیه گفت در حمله‌های شبه نظامیان وابسته به ایران به مواضع آمریکا که از 25 مهر آغاز شدند، یک پیمانکار آمریکایی در حمله غربی درگذشت و 21 نیروی نظامی آمریکا دچار مجروحیت جزئی شدند. پنتاگون با تاکید بر اینکه آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد که نقش خود را در حمله به مواضع آمریکا انکار کند، خاطر نشان کرد آمریکا به دنبال درگیری با افزایش خصومت‌ها نیست، اما اگر حمله‌های نیروهای نیابتی ایران علیه نیروهای آمریکا ادامه یابد، ما برای محافظت از افراد خود در انجام هر گونه اقدام لازم تردید نخواهیم کرد. پنتاگون خاطر نشان کرد حمله های آمریکا به مواضع سپاه در سوریه به درگیری اسرائیل و حماس ربطی ندارد و به منزله تغییر در رویکرد ایالات متحده به جنگ کنونی نیست. وزارت دفاع آمریکا از همه کشورها و طرفهای درگیر خواست از اقدامهایی که به گسترش درگیری‌ها در منطقه منجر می‌شود پرهیز کنند. در همین حال رویترز از یک مقام آگاه گزارش داد هواپیماهای F-16 آمریکا در حمله به شرق سوریه انبارها و مهمات سپاه و نیروهای نیابتی‌اش را هدف قرار دادند. اعزام ارتش آمریکا به خاورمیانه برای شروع یک جنگ دیگر. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اعزام حدود 900 نیروی آمریکایی اضافی به خاورمیانه برای تقویت پدافند هوایی به منظور محافظت از سربازان آمریکایی خبر داد. ژنرال پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون در اظهار نظری مطبوعاتی با متهم کردن شبه نظامیان نیابتی ایران به دست داشتن در حملات اعلام کرد نیروهای آمریکایی از 17 اکتبر دست کم هدف 12 مورد حمله در عراق و 4 حمله در سوریه با استفاده از پهپاد و موشک قرار گرفتند. رایدر همچنین افزود که نیروهای آمریکایی پنجشنبه 4 آبان در عراق هدف قرار گرفتند، اما این حمله شکست خورد. حرف آخر حماس به اسرائیل: حمله زمینی کنید اسیران اسرائیل کشته می شوند. یکی از رهبران گروه حماس که روز گذشته با هیئتی از این گروه به مسکو پایتخت روسیه سفر کرده است، اظهار داشت پیش از برقراری آتش بس در غزه هیچ اسیری آزاد نخواهد شد. به گزارش روزنامه کامرسانت روسیه، این عضو حماس جمعه 5 آبان تصریح کرد که برخی از اسیران نزد دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی هستند و به همین دلیل حماس در صدد شناسایی مکان آنهاست. او اشاره کرد که تاکنون 50 اسیر در جریان حملات هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. پیش از این برخی منابع خبری اطلاع دادند که در پی میانجی‌گری برخی طرف‌ها، حماس با آزادی 50 اسیر از شهروندان غربی موافقت کرده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز گذشته گفت که شمار اسیران در غزه به 224 نفر افزایش یافت و این رقم ممکن است باز هم افزایش بیابد. رئیس اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که تعداد اسیران نزد حماس 222 نفر هستند. و آمادگی کامل ارتش ایران برای حمله به مواضع دشمن. رزمایش اقتدار 1402 شروع شد. رسانه‌های ایران از برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تحت عنوان رزمایش اقتدار 1402 از روز جمعه 5 آبان خبر دادند. خبرگزاری ایرنا پنجشنبه 4 آبان ماه ضمن اعلام خبر نوشت که این مانور نظامی به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش هدف از برگزاری این مانور نظامی مقابله با تهدیدات پیش رو و تغییر در سازمان و رزم نیروی زمینی ارتش عنوان شده است. همچنین گفته شده در این رزمایش یگان‌های پیاده، زرهی، موشکی، توپخانه، هوانیرو، پهپاد، مهندسی، هوابرد، جنگ الکترونیک، جنگ نوین،
سایبر، فاوا با پشتیبانی ترابری هواپیمای نیروی هوایی ارتش حضور خواهند داشت. ارتش ایران در حالی قرار است این رزمایش را برگزار کند که مقامات تهران از زمان حمله غافلگیرانه حماس در 7 اکتبر به اسرائیل و حملات هوایی مرگبار و گسترده اسرائیل به غزه که تاکنون منجر به کشته شدن هزاران نفر از هر دو سوی درگیری شده است، تهدیداتی را علیه اسرائیل و غرب مطرح کردند. در آخرین مورد، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران با تمجید از عملیات حماس علیه اسرائیل روز پنجشنبه گفت در صورت حمله زمینی غزه سربازان اسرائیلی را خواهد بلعید. شروع عملیات زمینی اسرائیل لحظاتی قبل، بزرگترین فرمانده جهاد اسلامی کشته شد. رادیو ارتش اسرائیل صبح جمعه 5 آبان خبر داد نیروهای پیاده نظام زرهی و مهندسی ارتش از چند ساعت قبل وارد غزه شده و در حال هدف قرار دادن مواضع حماس و سایر گروه‌های تروریستی هستند. ارتش اسرائیل از کشته شدن ایسر محمد العامر، فرمانده میدانی شاخه جنین جهاد اسلامی فلسطین خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور بدون اینکه آسیبی ببینند پس از انجام عملیات در داخل غزه به مواضع قبلی خود در مرز بازگشتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد این حمله در نزدیکی محله شجاعیه در شرق شهر غزه و از سوی نیروهای پیاده، رزمی و زرهی انجام شد و پهپادها و بالگردهای رزمی پشتیبانی هوایی را فراهم کردند. اسرائیل روز پنجشنبه 4 آبان نیز عملیات زمینی مشابهی را با استفاده از تانک و پیاده نظام در بخش شمالی غزه انجام داده بود. انجام شدن این دو عملیات در حالی بوده که بر اساس نظرسنجی منتشر شده از سوی روزنامه اسرائیلی معارف در روز جمعه تقریبا نیمی از اسرائیلی‌ها خواهان خودداری از هر گونه تهاجم زمینی ارتش کشورشان به غزه هستند. اسرائیل حمله‌های هوایی و زمینی خود را طی 12 ساعت گذشته در شمال نوار غزه، منطقه‌ای که پیشتر بسیاری از مردم آن را تخلیه کردند، ادامه داد. بر اساس بیانیه ارتش، این حملات از سوی نیروهای ویژه اسرائیل برای یافتن پایگاه‌های نیروی حماس انجام گرفت. رسانه‌های فلسطینی خبر دادن یک پهپاد کوچک شناسایی اسرائیل در محله زیتون شهر غزه صعود کرد. حمله ناشناس به خاک مصر و هشدار مصر، همه گزینه‌ها برای پاسخ مطرح است. پس از زخمی شدن 6 متری در پی اصابت یک موشک به شهر تابا در شامگاه پنجشنبه 4 آبان در نزدیکی نوار غزه، یک مقام مصری اعلام کرد بعد از شناسایی طرف مهاجم، همه گزینه‌ها برای تعامل با این مسئله مطرح هستند. به گزارش شبکه خبری القاهره، این مقام مصری صبح جمعه 5 آبان تصریح کرد که حق پاسخ به این حمله محفوظ است. این حمله موشکی ساختمان بخش اورژانس و بخش اداری بیمارستان مرکزی تابا در منطقه سینا در مصر را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل هم بامداد جمعه از وقوع یک حادثه امنیتی در نزدیکی مرزهایش با مصر در سواحل دریای سرخ خبر داد. این دومین حادثه در خاک مصر پس از آغاز حمله اسرائیل به غزه به شمار می رود. شرایط وخیم نیروهای اسرائیلی در خط مقدم جنگ علیه حماس. رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که تعداد نظامیان صهیونیستی که درخواست کردند تحت مشاوره‌های روانشناسی قرار بگیرند، افزایش یافته است. این رسانه‌ها اضافه کردند بسیاری از نظامیان اسرائیلی با بازگشت به محل خدمت خود در فرماندهی منطقه جنوب مخالفت کردند. از سوی دیگر، رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که تعداد کشته‌های ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون به 310 صهیونیست رسید. دست. این رسانه ها گزارش دادند که تعداد تایید شده صهیونیست های اسیر شده توسط نیروهای حماس در نوار غزه به 229 تن می رسد. و نسل جدید پهپادهای جمهوری اسلامی امروز رونمایی شد. پهپاد آرش اهداف دشمن را به خاکستر تبدیل کرد. نیروهای زمینی ارتش در نخستین دقایق روز اول از رزمایش اقتدار 1402 در راستای اجرای عملیات پدافند ساحلی و مسدودسازی مسیر نیروهای مهاجم، با بهره گیری از پهپاد انتحاری آرش، اهداف ثابت و متحرک را با دقت بالا و نقطه زنی مورد اصابت قرار دادند. همچنین پهپادهای چند منظوری نیروی زمینی ارتش در آغاز مرحله اصلی این رزمایش، منطقه عمومی نصرآباد را مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات لازم را در اختیار مراکز فرماندهی قرار دادند. در این مرحله از رزمایش از پهپادهای مهاجر 2 نوین و پهپاد مهاجر 6 نیز در ارسال اطلاعات به مرکز فرماندهی پهپاد استفاده شد. بر اساس این گزارش، رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی ارتش با اجرای عملیات‌های پدافند ساحلی و آفندی به مدت 2 روز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان در حال برگزاری است.